مسافرت مو یک مو چرا ایران آمده و چی کار مونی و چی کار نمونی و چی خواهد شد در زیر از ویدیو سوال بکنین ما این موضوع مرتضی تو چرا لباس افغانی خود نیش ایران آمده؟ برای از دوستای ما که یک کار رو نمونم ما از اونا تقاضای می هسته که لطفا نو کار نکنین مطابق فرهنگ و رسم و رواج همین مردم لباس بپوشین خود خود کوشش کنین با فرهنگ از اونا وفق به نام یاد خدا عزیزا و همراه های خوبی چینل مرزی و مرتضی خوش آمده این در این ویدیو ما امیدوار هستم که در جای کسی خوب و خوش آرام باشین همیشه خنده دلباش باشه عزیزا اول ویدیویم میخواییم تشکری بکنم از حمایت همگیش ما که در این مدت ما را حمایت کردیم عزیزا من سلام دارم خدمت شما امیدوار هستیم که جور صحتمند سرحال باشین در هر گوشه از دنیا که هستین مرزی شما تشکری کرد بابت حمایت شما و ما هم درخواست میکنم که بیشتر از ما را حمایت بکنین اگر تا هنوز چینل ما را سبسکرایب نکردین خوشحال میشیم که سبسکرایب بکنین و همچنان زنگوله را فعال بذارین چون که ویدیوهای دیگه ما را هم بتونین ببینین در وقت زمانی که ما نشر میکنیم و اگر سبسکرایب کردی میتونی که با لایک کردن همین ویدیو ما را حمایت بکنیم و خوشحال بسازی و یک کامنت قشنگ در زیر ویدیو بذاری خب عزیزا امروز ما مرتضی آمدیم در برنامه میخواییم بلدش ما سوالای شما را جواب بدیم سوالایی که شما در زیر ویدیوهای قبلی ما از ما سوال کرده بودیم خیلی همگیش ما گیج شدیم با می مسافرت از ما مرتضی اکثرا دوستان میگه که شما چی رقم شد که مثلا حالا بهارش مو ویدیوهای زمستان میلین تمام ویدیوهایش مو دیدار و خدافیزی است چی رقم است جریان چی گپ چی شما حالا در کجا هستین چی رقم است نیا آمدیم که تمام نمیزی گپا رو همش را واضح کنیم و اگر همش واضح نشد میتونین در ویدیوهای بعدی کامنت بکنین ما جواب میدیم در سوالایش عزیزا قسمی که مرضیه گفت موضوع امروز ما اینمی است که آمدیم اینجا یک سری کامنت ها و نظریات شما دوستا که به عنوان سوال بود از ما اونا رو برش پاسخ بدیم دیگه موضوعی خیلی مهمی بود که مثلا ما و مرضیه تقریبا یک ماه کامل میشه که از این منطقه به اون منطقه از اون منطقه به اون منطقه از اون منطقه به اون منطقه هم تو در حال سفریم هیچ کس نمیفهمه که مقصد از ما در کجاست بالاخره پایان از سفرها در کجا میشه دیگه عزیزای دل باید براشون بگیم که پایان از سفر ما در تهران شده همه لحظه ما در تهران هستیم و تا امروز هر چقدر ویدیویی که شما دیدین ویدیوهای بوده که ما در جریان سفر ثبت کردیم زمانی که آمدیم در اینجا آرامش بگیریم یعنی آرامش پیدا کردیم یک جای سکونت چی میگم مرزی اموره؟ جابجا شدیم او زمان این ویدیوها رو ما بلده شما نشر کردیم دیگه فعلا اینمی ویدیویی که برای شما میگیریم تازه است بهار است درخت سبز توت چیم زده ولی اون ویدیوهایی که ما برای شما ثبت کردیم از دوره بود که همه جای برف بود و بارندگی هوای زمستانی درخت هم در خواب زمستانی خب عزیزا جا داره که تمام مناسبت هایی که در وقت ها تیر شده بلده همگیش ما تبریک بگیم امیدوارم که ایدا و ما این برک رمضان بلده همگیش ما خوش تیر شده باشه ما مرتضی خود نتانستیم که همراهش ما یک جای تجلیل بکنیم دیگه بجای ازو از منطقه ویدیو اشتیم بلدهش ما ویدیوهای زمستان هم. خدا کنه که خوشم آمده باشم و این گپا رو بلیم بریم سر نظرات شما و سر سوالای شما که در زیر ویدیوها بعضی ها انتقاد کرده بودن بعضی ها تعریف کرده بودن بعضی ها هم ریشخند کرده بودن خب هر کدام هر کس نظر خود داده بود خب حالی بریم سر این موضوع مفتالی همین لباس های تو بره که تو لباس افغانی پوشیده بودی؟ من باید خدمت از عرض بکنم که بعضی دوستا حالا نظر کلی دوستا بر از ما محترمه اما بعضی دوستا کسی یک ذره عجولانه مثلا قضاوت کرده اومده یک کامنت نوشته بالاخره دوستای عزیز ما از خود مرز تا تهران که آمده کلا یعنی ما شب آمدیم که آمدیم تا مشهد رسیدیم شب شد شب در هتل بودیم صبح شم طرف تهران آمدیم که اینجا رسیدیم یعنی ما فرصت برای خرید و برای از گپا ما پیدا نکردیم
که بشینیم خرید بکنیم دیگه کنیم. خب به امو خاطر تا خود تهران من لباس افغانی در جامعه بود. همه الان ما در زیر اتاق نا کردم لباس افغانی خواه باشم، فقط بیرون که مورم با این لباس آمارم. امروز هم با این لباس آمدم پیش کامرا به خاطر که شما زیاد انتقاد کرده بودیم. دیگه اگر نیش راحت نیستم همون لباس خوب بود، راحت تر میشینم. ولی خب به هر صورت از دوی دل ما باید بلش بگم که ما و مرزی با فرهنگ ایران آشناستیم. من خود متولد ایران هستم. ما و مرزی از اونجا تا اینجا لباس های تعویض نکردیم به خاطر که ما عجله داشتیم، فرصت برای خرید رفتن نداشتیم. این می بود تنها دلیل از ما، همین بود مرزی، دیگه چیز نداشتیم. ما میخواییم در تو کمک کنم یکم. خب مرتضی، به نظر شخصی خود از من کسی خواه هر کس آزاده که چرخم لباس بپشه چرخم لباس نپشه. ما که میبینیم تو منی امز لباس های افغانی خیلی راحتی. این لباس های هم که ملده جان تیه در پاکستان هم که مپشیدی، ما در ویدیو هم گفتیم که ما به زور مرتضی رو میگم امیر بپش، به خاطری از من قبول نه، به خاطری از شما، به خاطری که کمک مثلا تغییرات بیان در مو استایل چی از او خاطر مپشه. وگرنه لباس افغانی رو خیلی دوست داره، خیلی راحت هم نیشی از امو خاطر آدم هر چیز رو که دوست داشت علاقه داشت به اینچ راحت بود امو رو بیشتر استفاده همونه دیگه و راحت تر هم هستم. فکر ما در جلوی دوربین مثلا یک لباس رو میپوشم که راحت نیم. خب وقتی که ما در بین اون لباس راحت نباشم نمیتونم مثلا درست حرکات خواهد انجام بدیم یا ای که درست حرف بزنم، راحت نیم دیگه. به خاطر همین ما میگم پوشش آدم برمیگرده در خود آدم. حالا دوستان که نظر داده تشکر داشت مدرد نکنه، ولی ما فکر کنم یک چیز خیلی شخصی. البته مرضی ما بر دوستا حق میدم، یعنی ما تنها حقی که برای اونها نمیدیم خیلی عجولانه تصمیم گرفتن، خیلی عجولانه قضاوت کردن. ولی حق میدم برای اونها، چرا که یک سری دوستای ما از افغانستان که میای با مو کلی که آره پشمونتی هست، با او کلا با لباسای خیلی دراز درازی که در خود افغانستان هم اونا نمونه، بازو لباسا میای مثلا در علاقه دریای چتگر که خیلی مشهور ویدیوهاش نشر شده، در او علاقه در میدان آزادی در اینجا زیاد میگرده. و وقتی که با اونا هم صحبت شده، حالا یک جای ما دیدم اونا گفتن که مثلا ما با پاسپورت و ویزا آمدیم، بیازه که ما رو مثلا پلیس کار داده نمیتونه، ما خودمونیم که این تو میگردیم. البته برای از او تعداد هموطنهای خود من میگم که از زای دل شما وقتی که میاین، چون ایران میزبان میلیون ها مهاجر افغانیه و ای افغانی هم از روی مثلا اختیار نیامده اینجا، از روی مثلا شوق و علاقه نمیده اینجا، کلن از روی اجبار هستن، کلن از روی اجباره. یک بینی از این دوستا یک تعداد کسایی هست که واقعا نیاز داره بیده ایران کار بکنه، چون اینجا کار هست، کار بکنه تا کم نفقه فامیل خوره در افغانستان یا در همه ایران بدیس بیاره بدین، تا اینکه امی صاحب خانه رو زیاد آزار ندیم. صاحب خانه واقعا آزار میبینه. دیگه شما فکر کنید مثلا در کوچه سنگ کابل از اروپا مثلا یک میلیون یا یک هزار نفر بیه، اونا با اون پوشیش خودون خود در کوچه سنگ بیگرده، کلن مردم اذیت میشه. هیر چیزی که آدم باید درک بکنه دیگه موضوع، و هر چیز را که نتونستی درک کنی خود خود جایش خیلی. یعنی حالا او دوستای ما که او کارا رو میکنه لطفا نکنین او کارا و ما هم دیگه تکرار نمیکنیم. شاید جلوی دوربین مثلا بیایم با لباس افغانی لباس سنتی خود خوب، ولی داخل شهر و بازار قطعا از ما تکرار نمیشه همچین چیزی دیگه. همین بود. و نظر دیگه مرزی چی بود؟ یک گفت دیگه بود که گفته بود که شما چرا ایران اومدین؟ ایران جای برای اطبانیه، جای برای مهاجرانیه دیگه. مو چرا ایران آمدیم عزیزا؟ به خاطر که پاکستان برای مهاجرا دیگه جایی نبود. دیدین در خبرها که همگی رو کشیدن بیرون و فعلا هم وضعیت یوتیوبرها رو در کویچه همگیش مو خبریم که چی رقمه. مو مرتضی کسی دلبینایی دیگه خبر داری پیش از پیش پیش از پیش دیگه کارای خود انجام دادی، خبر بودی که همچین چیزی میشه. حالا دوستا شک نکنه که شاید شما اونا رو فراری دادین، مو کار ندادین، مقصد وضعیت خبر بودیم دیگه. چون ما در اونجا حس کردیم که جای درستی نیه. در اسلام آباد هم که ما رفتیم خیلی از کسایی که ما میشناختیم از اونجا به زور کشیده رهی کردن، ما هم دیگه گفتیم جای از ما اینجا نیه، بیا که بریم طرف ایران.
گرچن ایران هم جای درست نیه، دوستایم درست میگه خواه، ولی مجبوریم دیگه، اجبار، چی بگیم؟ از پاکستان که ما آمدیم گفتیم بریم افغانستان، اگر وضعیت بهتر بود تانستیم همونجا زندگی کنیم که میشینیم همونجا برای زندگی، هیچ جای وطن خود آدم نمیشه، همونجا زندگی کنیم. ولی همونجا که رفتیم ما مرتضی کمره خورید سه کشیده نتانستیم، او را هم که میخواست ویدیو گرفتن نتانستیم، ما گفتیم او کاربار ما میه، وقتی که ایره نتانید اینجا انجام بیدی پس اینجا چیکار کنیم، یک لغمانان از کجا پیدا کنیم؟ اصلی گه بینیم یه که عزیزا در پاکستان هم وضعیت سهی نبود، کار نبود، مهاجره را سهی زندگی کدو نمیشت، پاکستان چی در افغانستان هم کار نبود، ما ایران آمده که کار کنی، زندگی کنی، راحت بشی. آره عزیزا، قسمی که مرزی هم گفت بعضی دوستا کامنت کرده بودن که مثلا ایران جای اتبانیه و همچنان گفته بودن که این منطقه که شما رفتین مثلا از این که در منطقه خود شما بهتره. خود درسته شاید منطقه ما بهتر، حالا یک دم دریای اضافه تر داره، مثلا آب و هوا شاید خیلی تمیزتر باشه، ولی این منطقه که ما رفتیم هم بازم یک از دوستای از ما اونجا گفته که آرزوی یک ایرانی است که در اونجا مثلا جای داشته باشه، خانه داشته باشه. دقیقا هم همچین چیزی هست، او یک منطقه است که کاملا باغه، خیلی سرسبز، آوی اونجا که است دوستای آوی چشمه، یعنی خیلی آب معدنی دیگه، شبیه خودی دایی کندی اونجا. دقیقا یک جایی است که خیلی باصفا، خیلی مقبول، خیلی قشنگ و با تمام امکاناتی خیلی طبیعی، خانه هایی که در اونجا ساختشتم خیلی مقبول مقبوله دیگه. بخیر در تابستان یا در یک چند روز بعد ما خواهد اونجا رفتیم برای شما از اونجا خود درست ویدیو میگیریم، یک زمانی که بالاخره اونجا درختاش برگاش باز شد و خوب سرسبز شد باز موریم. فعلا فکر کنم درست چی نشته، چون آنجا آب و هواش خیلی سرده، شاید سر کوهش برف باشه، میالی احتمالا برف باشه. و اونجا که است طبق گفته یک از بینندهای ما منطقه است که مبنای هواشناسی ایران است. خب به هر صورت عزیزا، قسمی که در جریان امزی ویدیو برای شما گفتیم، هیچ افغانستانی ایران به صورت چیز نمی آید که مثلا از شوق و علاقه به هر کسی که می اینجا به خاطر که مجبور است، اونایی که با فامیل می خود نتونسته با فامیل خود افغانستان زندگی کنند فامیل خودم گرفته می، اونایی که مثلا مجرتی می قطعا امکان از این نبوده برش که فامیل خود گرفته بیه مجرتی می ده اینجا برای کارگری اینا. بالاخره من فکر می‌کنم اگر که کارگری یعنی نیروی کار افغانستان نباشه، ایران شاید دوچار مشکل شد، چون واقعا ایران رقمی که حس میشه نیروی کارش کم نسبت به کارش. تا یک دو تا کارخانه که مثلا در این جریان من خبر دارم هر کدامیش شاید بالای 10 تا کارمند افغانی داشته که از دوستای مورم میبینم بالای 10 تا کارمند. فکر کنین که یک روز مثلا همین 10 نفر از او 10 نفر از او خارج شد بوره 20 نفر کارمند همون روز از کجا میخواه بیاره؟ آدم خب درست انت احساس منه که نیروی کار در ایران کمه. اینجا خود مردم ایران هرچقدر که هستن از لحاظ اقتصادی در سطح بلندتر قرار داره و اونا مثلا آمده کارگری نمونه، کارهای خیلی ساده را انجام نمیده. خب به هر صورت نمیخوایم بحث خیلی زیاد طولانی شه دیگه، قطعا در زیر زی ویدیو ها نظرات شما دوستان خیلی مهم است و حتما هم نظر میدین، مطمئن هستم. چیز دیگه من دارم مرتضی که خیلی از دوستان از من سوال کرده بودن و گیج شده بودن که ما باید جواب بدیم، یکی ما چرا اینقدر از افغانستان عجله آمدیم. از افغانستان عزیزم ما مشکل داشتیم در اینجا که مثلا نالی پدر مادر مرتضی آمده به ایران، ما در دایکندی بودیم، میخواستیم که اونجا یک چند مدت باشیم، ویدیو ثبت کنیم، بگردیم ایسوسو، ولی ما نتونستیم به خاطر که اینجا داروهای خسور ما و خسور مادر ما خلاص شده بود دیگه، در اینجا مفتن پیدا نمیشه، باید زودتر از افغانستان گرفته بیارین دیگه، اونا هم کس آدم های فشار تویه دیگه، باید زودتر می آمدیم. به خاطر امزو اینا از اینجا زنگ زدن، ما مجبور شدیم که عجله عجله بیم طرف ایران و دهیرات و کابل اینجا ما خود کابل اصلا شو نمندی
دیگه در هرات هم یک شب ماندیم به خاطر امون نتونستیم ویدیو بگیریم. وگرنه بیشتر دوستان میگه که شما چرا خم یوتیوبرین ویدیوی درست نمیگیرین، حتی ولاگ سعی نمونین. مو به خاطر که درگیر بود عزیزا، فکر مو درگیر بود، تشویش داشتیم. اینا در اینجا خانه نگرفتن بودن، خانه فامیلا بودن، دواهایش هم خلاص شده بود دیگه. مو تشویش داشتیم، مو گفتیم باید زودتر بریم. به خاطر امو پیش دوربین آمدیم، هم مطمئنم درست نامدیم، ولی درک بکنین دیگه. کمکی مطمئنم بعضی از دوستا خود درک کرده، ولی بعضی ها انتقاد کردن. خیر، مشکل از اونام نیست، چون اونا خبر نداشتن، در جریان نبودن از مشکلات از ما مرتضا. دیگه قصه این میزی قرار بود عزیزا، ما باید زودتر ایران می آمدیم. دیگه اینجا ما آمدیم، مشکلات دیگه تقریبا حل. وقتی که ما اول در اینجا آمدی گرفتن خانه خیلی سخت بود، مشکل خوردیم. دیگه فیلتر بود اینجا همه چیز، اصلا ما مرتضا با فیلتر آشنا نبودیم که چی رقم هسته. تمام صفحه های اردوی ما، یوتیوب ما تقریبا یک ماه بسته ماندم اینجا در ایران. بعد یک ماه ما تانستیم جا بجا شویم، خانه بگیریم. دیگه موبایل های خود کم کم باز کردیم، شروع کردیم در فعالیت های خود. یک کمک از وقت یا مو ویدیو هایی که در افغانستان ثبت کرده بودیم تیر شد، ولی بازم گذاشتیم، چون که میخواستیم که دوستا خبر شود که ما کجا رفته بودیم و حال چی رقم در ایران آمدیم. امیدوارم که مو ویدیو های مسافرت مو ولدش مو جذاب تمام شده باشم. برای از مو مرتضی خیلی خوش گذشت، گرچند که خیلی عجله بود، خیلی خوش گذشت، بخاطر که بعد از چند سال ما منطقه رفتیم، دیدار کردیم با دوستا و پدر و مادر و فامیل و آشناها، خیلی خوش گذشت. امیدوارم که امو ویدیو ولدش ما لذت بخش بوده باشن. دیگه همین، اگر بازم سوالاش ما رفت نشده در ذهن شما سوال هست، در ازی ویدیو سوال بکنین، ما در خدمتیم، همگیش را جواب میدیم عزیزا. خب عزیزا، هی بود از این ویدیوی ما. امیدوار هستیم که به گفته مرزه سوالاش ما حل شده باشه. اگرم بازم سوال چیزی مانده بود زیر همین ویدیو کامنت بذارین، ما و مرزه کوشش میکنیم که جواب بدیم. و یک موضوع یادتون نره که در ارتباط به خانه گرفتن و مشکلاتش اینا همه چیز چی، در داخل یک ویدیو دیگه ما کوشش میکنیم که برای شما معلومات بدیم. اگر شما خواستین که همچین ویدیوی رو ما ثبت بکنیم، اگر نیاز داشتین بهش، حتما در کامنت ها برای ما بگیم که ما و مرزه بیشتر تشویق شدیم که حتما همه ویدیو رو بگیریم. بله، یکی ما در کجا هستی، در کجا زندگی منی، در کجا خانه گرفتی اینا را حتما بعدا متوجه میشین. خب عزیزای دل، خیلی تشکر که تا این لحظه با ما یکجا بودین. بازم ما رسم حالتایتان فراموش نکنین. تا ویدیوی دیگه، خدافز.